به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند جان و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض درود و ادب و احترام تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بسیار هم تشکر می که باز هم برنامه خودتان برنامه زنده راوشنا را رو انتخاب کردید که انشالله ببینید و استفاده هم بکنید و امید به خدا که تا نهایت برنامه هم ما رو همراهی میکنید عزیزان و بزرگواران امروز شنبه است آغاز هفته 18 قوس 1402 روز بسیار بسیار خوب و هفته بسیار عالی را برای شما عزیزان آرزومد هستیم همچون شنبه های دیگه مهمان خوب برنامه ما خانم دکتر رضای بزرگوار اصلا اجازه بدین سلامی هم با ایشان داشته باشیم سلام علیکم خانم دکتر بسیار خوش آمدید به نام خدایی که قلب ها را متحول می کند ذهن ها را روشنی می بخشد و جانها را زنده نگاه می از سلام دارم محضر شما و همینطور همه بیرندگان عزیز برنامه که در این لحظه و در این ساعت بیرنده ای ما هستند آرزو دارم که خداوند به لطف و خودش به قلب های ما محبت و عشق اول به خودش و بعد به آنهایی که دوست می دارد و بعد به همه بندگان نشنایت کند دوم به ذهن های ما تراوت و شادابی برای گشتن برای یافتن و برای پیدا کردن بدهد و به جانهای ما آفیت و سلامت بده که انشان را تا زنده ایم به هیچ کس جز خود و او وابسته نباشیم اینکه آدم نیاز به کس به کس پیدا بکنه و نیازمند خلق باشه چون رابطه داشتن با خلق و مراوده و تعامل با خلق که طبیعی هر انسان است ولی حس حقارت و حس ذلت و نیازمندی بی حد و حصر به انسان ها طبیعتا انسان رو باعث <coughs> پستی میشه خدا از خدا میخوایم می میکنیم که همون دعایی که خدایا لا تکلنی لا نفسی نه فقط نفسی لا غیری به غیر خودت من رو به هیچ کسی دیگه واگذار نکرد بسیار بسیار تشکر خود. خود. دکتر عزیز دادی دعای بسیار زیبایی شما اما بینندگان عزیز و محترم ما برنامه را حتما دنبال میکنید روزهای شنبه خانم دکتر بزرگوار با موضوع هوش هیجانی با ما و شما صحبت میکنن برنامه های گذشته رو میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات ببینید و انشالله استفاده بکنید نظر خودتان را برای ما حتما بمانید و ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی نظرات خودتان را برای ما میگذارید و پیشنهادات خودتان برای موضوعاتی که در برنامه های آینده مطرح شود هم برای از ما بگذارید و پیشنهاد بکنید از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده هم میتونید که با ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ و از طریق تلگرام و نظرات خودتان و حتی میتونید که تجربیات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید اما اول از همه از خانم دکتر بزرگوار بخوام که خانم دکتر یک مختصر از برنامه گذشته و موضوع برنامه در واقع برای عزیزانی که ممکنه فراموش کرده باشن یا عزیزانی که نه به جمع و پیوستن داشته باشید تشکر. بله ما بحث ما هوش هیجانی بود <coughs> عزیزان ما اگر که در خاطرشان باشه و بزرگوارانی که ما رو دنبال میکنن هوش هیجانی رو تعریف کردیم برای هوش هیجانی چهار تا بود بیان کردیم دست. اول درک فرد از هیجانات خودش دوم به اصطلاح کنترل او هیجانات سوم درک فرد از هیجانات دیگران و چهارم برقراری رابطه موثر و سازنده با دیگران خب ما در قسمت اول و دوم بحث شناخت هیجانات و کنترل اونها تک تک هیجانات مهم رو شش تا هیجان رو بحث کردیم و صحبت کردیم با عزیزان که البته برنامه قبل ما قرار بود سه تا حیجان رو بس کنیم من که دو تا مطرح شد و یک دانه از هیجانات اصلی ماند که انشالله در این برنامه در این برنامه بهش میپردازیم پس از اینکه هیجانات رو یعنی اینکه هیجانات اصلی چی هستن بشناسیم و خب در حین اینکه تعریف کنیم اینکه چگونه اونها رو مدیریت و کنترل کنیم در وهله بعدی به دو بعد دیگر انشالله در برنامه امروز خواهیم پرداخت یکی اینکه درک هیجانات دیگران و برقراری یک رابطه مؤثر و سازنده با دیگران که لزوم لازمه, لازمه ای یک زندگی پویا و فعال برای هر انسانی است که دیگران رابطه داشته باشه و این رابطه از نوع مفید و

اگر اجازه بدین خانم دکتر تجربه یکی از بینندگان محترم را ما بخوانم و بعد بر طبق فکر می کنم مناسب باشه و متناسب و بحث امروز هم باشه شما صحبت کنید قبل از او به شما بیننده های عزیز و محترم هم بگویم که شما هم می که تجربیات خودتون را به ما با ما به اشتراک بگذارید اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید هم برای ما بفرستید از طریق شماره تماسی که زیر نویس شده حتما همین الان شماره تماس را یادداشت بکنید یا گوشه داشته باشین اگر احساس نیاز کردید می توانید که 24 ساعت شبانه روز هفت روز هفته با ما در ارتباط شوید حتما ذکر بکنید که سوال از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی پرسیده شد و یا برنامه برنامه روشان است حتما در زیل پیامی که برای ما مفرستید را ذکر بکنید بیننده محترم بعد از سلام و پرسی و تشکر از شما گفته است که خانم 42 ساله هستم که از دو سال پیش به این سو در کشور جرمنی زندگی میکنم پیش از این با مادر شوهرم در کابل زندگی می کردیم و تمام اولادهایم در اون خانه به دنیا آمدن الان هر وقت با خصوص مادرم تلفن میزنم و گپ میزنیم در حال گریه کردن است و میگوید که دوری نواسته هایم را نمیتوانم تحمل کنم آنقدر گریه می کند که من می ترسم خدای نکرده کور شود البته دل ما هم برای او بسیار دق می شود اما خوب به دلیل امنیتی کدام چاره جز مهاجرت هم نداشتید لطفا خسر مادر ما را نصیحت بکنید خب بسیار تشکر از یه عزیز بیننده البته قطعاً من در مقام نصیحت نیستم خصوصاً اگر بزرگوار از من کلانتر باشه ادب ای رو حکم نمی کنه ولی کن از جایی که فرمودی شما تناسبی با بحث هیجان غم داره من غم را توضیح میدم اصلا هیجان غم چیست چرا به وجود میاد و چه قسم می شود که هیجان غم رو مدیریت یا کنترل کرد همین به اصطلاح عزیزی که خواسته است که نصیحت کنیم غیر مستقیم همون شیوه های کنترل هیجان غم که بگم گویا برای همه عزیزان و از جمله این بزرگواری که به خاطر نبودن و جدایی از نوسایش به این شدت دچار اندوه شده است و غمگین هست رو انشالله بتونیم که راهکاری ارائه کنیم که برای عزیزان مفید باشه یکی از هیجانات اصلی که هم تو گفتم شش تا هیجان آخرین موردی که بحث می‌کنیم در مورد هیجان غم غم قم چگونه پدید میاد هر زمانی که مواجه با فقدان بشیم چیزی را از دست بدیم مم. حالا این فقدان ممکن است واقعی باشه یک چیزی رو داریم از ما بگیرن یا این فقدان ممکنه ذهنی باشه یعنی تصور یعنی ای, ای که تصور یا فرض ای امه. که یا تجسمی که مثلا چیزی را از ما بگیرن یا من از کسی را از دست داده باشه یعنی هنوز اتفاق هم نیفتاده باشه ولی این نه ببینید او که اگر حالت البته ما در مورد استراب مطرح میکنیم میگیم اه. ترس یک حقیقت واقعی داره اگر که یک دلیل واقعی نداشته باشه میشه استراب نگران بودن در مورد چیزی که هنوز محقق نشده این به اون معنا نه نه یعنی چه خود مثلا تصور ای که ای که, ای که من میترسم بچه‌م را از از دست بدم نه احساس ای که من اگه بچه‌م از دست بدم این تصور احساس از دست دادن یک عزیز او احساس هیجانی که در من وجود میاره رو به اون میگیم غم خب ما طبیعتا به طور معمول او چیزی که هست است که محال ممکنه اینو مطرح میکنیم در زندگی یک آدم محال ممکن است که غم وجود نداشته باشد کما اینکه هیجان غم قسمتی از زندگی اوست خب پس چی کار کنیم؟ نکته مهم در هیجان غم است که مثل بقیه هیجان ها اولین مسئله است که اجازه بروز بدیم اینو بدانیم و با آگاه باشیم که غم همونطور که شادی نیاز به بروز داشت یادتان هست که ما در بحث شادی مطرح کردیم لبخندیدن، لبخند زدن، خوشی را نشان دادن، حتی خوشی را پخش کردن در مورد غم هم همینطور است خب چه, چه قسم است خانم دکتر بعضی از انسان ها انسان فکر میکنه بسیار محکم است و هیچ ناراحت نمیشه غمگین نمیشه مثلا عموما مردها به نسبت زنها کمتر غمگین میشن علتش چی میتونه باشه ببینید شاید دیگه بگیم کمتر غمگین میشند بهتر اینه که بگیم کمتر غمگین بودن رو یا احساس غم رو ابراز میکنن و بروز میدن و نه در اصل انسانی ببینید برای یک پسر بچه و برای یک نوجوان پسر و برای یک مرد هم تحمل از دست دادن عزیز او بسیار سخت است برای خانم هم سخت است تفاوتش در است که حالا یا فرهنگی بگیم یا حتی جنسیتی بگیم نسبت به قضیه خانم ها مثلا اگر که پسر بچه 12 سال ساله یا 15 ساله یا نوجوان 16 تا 17 ساله پدرش از دست بده ممکن است به میزان خیلی کمتر گریه کنه درست. یا مثلا شیون و واویلا براه. ولی اگر او دختر می بود یک دختر جوان 16 سال 17 ساله یا ای یک دختر نوجوان 12 13 ساله این خیلی بیشتر با شدت بیشتر و کاملا آشکار بازه بدون هیچ به اصطلاح نگرانی یا تا به چه دلیل به دلیل که ببینید مثلا اگه به لحاظ فرهنگی نگاه کنیم وقتی دختر خانم گریه میکنه همه نزدیکان به او غم شریکی میکنن میپذیرن پذیرا هستن تسلیت میدن و بعد اینا نمیگن که دیگه مثلا گریه نکن حتی گاهی وقتا میگن بگذاریم که عقدهش به اصطلاح خودمون بذاریم که گریه کنه یعنی اصلا هیچ ممانعتی نداره ولی در مورد تو پسر ممکنه اینقدر پذیرایی وجود نداشته باشه یا حتی در همون وهله مثلا در اوایل که داغ او به اصطلاح خودمون سوگی و از دست دادن و فراق و او تازه است ممکنه بگه ولی بمون روزا دیگه نپذیرن میگن بس دیگه مرد هستی مرد که دیگه مثلا تا این حد پس ببینید بس بروز اوست نه بس ای که بگیم که مردها کمتر احساس غمگینی میکنن و خانمها ها الان جالبش اینجاست که اگر یک برآورد خیلی ساده ای بکنید میگه به دلیل اینکه خانم ها میتوانن راحت تر غمشان را ابراز کنن میزان ابتلای خانم ها به بیماری های مزمن مثل مثلا ناراحتی های قلبی که سابقه استرس و نگرانی و غم و داره مثل بیماریهای های گوارشی مربوط به مثلا معده یا روده کوچک و بزرگ باز دوباره در آقایون بیشتر خوب از خانم دکتر بله که بروز اصلا هیجان رو باید بروز داد منتها کی کجا چقدر و به چه اندازه این مم. مهمه یعنی منظور ما از مدیریت هیجان یعنی همیست مم. خب غمت بارز اگه نگه اگه نگهداری که در درون وجود تلمبار میشه تبدیل یعنی ما بگیم افسردگی مزمن یعنی آدم هایی که خیلی غمگینن میزان غم اونها بسیار زیاده یا اینکه آدم هایی ای که از یک مسئله خیلی به شدت یا وقتی میگیم خیلی یعنی مدت زمان طولانی است که غمگینن که نبادی قسم باشه یا اینکه از یک مسئله و از یک موضوع به شدت یعنی گستره او بسیار زیاد است که غمگینن وقتی میگیم کی کجا یعنی باید غم خودشان رو انسان ها در هر چی مرد چه بروز بدن بله. ولی هر دو باید کنترل داشته باشن حد بله. دو مرزهای قطعا دارن یک میام برنامه رو تشکر بینندگان عزیز و محترم همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید از طریق شماره تماسی که زرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید بعد از یک میان برنامه برمیگردیم سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی و خانم دکتر عزیز در خدمت شما است تشکر از شما خب کجا ترجیحاً آیا غم رو مشار... یعنی در ملای عام جلوی جمع ابراز غم بکنیم یا به تنهایی بستگی داره عامل غم چیست ببینید برای دختر بچه نوجوانی که مادرش از دست داده مهم. ای به تنهایی هم گریه خواهد کرد ولی در بین جمع ابراز ای که من واقعا ناراحت هستم چرا؟ به خاطر که ابراز ناراحتی او باعث جلب همدلی دیگران خواهد شد و این نیاز به همدلی داره دختر نیاز به همدلی داره ای سکان زندگیش از دست داده دختر دوازده سالی که دیگه مادر نخواهد داشت به شدت نیاز به حمایت نیاز به غم شریکی نیاز به اینکه دیگران رو اصلا هم محبت هایی رو که از از این پس دیگه پایگاهی ندارد و نیاز در وجود او هست اما وقتی که حالا در موردی که عامل غم چیست چه چیزی رو من از دست دادم در فقدان چه چیزی به اصطلاح عامیان تر خودمان میسوزم؟ او بستگی می داره که حالا متناسب با اون موضوعی که اگر یک مقضی مثل, مثل مثلا غم است که همه میپذیرند که بسیار بسیار بزرگ است اگر در ملای عام هم گریه کردم ایرادی نداره که ما اینکه ما در روایت دینی داریم تنها جایی که میتوان گریه کرد در سوگ یعنی گفته که در سوگ فرزند شما مثلا فرض کنید خیلی به اصطلاح خودمان ناله و شیون و چی نکنید که به غیر مستقیم گویا شکایتی به ذات پاک حضرت حق نعمتی بوده امانتی بود داده و از تو گرفته اما در مورد پدر مادر برعکسه چون دو تا بس... یعنی انگار مثل اینکه کسی که همه زندگی، گنجین های بزرگ غیر قابل تکرار گفته شده شما در سوگ والدین میتون میتونید کار بکنید یعنی اجازه ای و شیون رو دارید لازم پس ببینید اینا یعنی عرف میپذیره که یه غم غم بسیار است اما یک زمانی ما به خاطر مثلا یک اشتباهی که از ام و در قبال او اشتباه چیز از عزیزی را از دست دادم که مربوط مثلا جان کسی یا چیزی که عرف پذیری اصلا تمایل به که دیگران بدانن ندارم آه. خب غم او رو باید حالا و واقعا باید برای گریه کنم واقعا باید برای او تاسف بخورم واقعا باید برای او بشینم و با خودم صحبت کنم که ای وای حسرت یعنی حسرتی که چقدر حیف شد چرا به خاطر اینکه اگر این ابراز ایجاد بشود این حس منفی غم در از وجودم تخلیه بشود حالا جا باز میشه برای تصمیم‌های جدید هم. اگر من این غم رو نگه دارم در درون وجود خودم تلمبار بشه تلمبار بشه یک وقت تبدیل به افسردگی مزمن خواهد شد یعنی خوام دکتر یعنی حالتی هست که کسی چون من تصور میکنم یک نفر خب در جلوی جمع شه و زاری میکنه یک نفر در خلوت خودش حالتی هست که من باید غمگین باشم ولی حتی در خلوت خودم هم این غم بروز اگر نمیتوانیم بروز نمیاریم مشکل داره ببینید دارم میگم هیجان غم یک هیجان است که ایجاد میشه یعنی ما هیچ فراری از اون نداریم چرا چرا که دنیا اصلا دار. اصلا داره بقا نیست داره فناست یعنی این فنا مساوی با نابودی پس فلان هر چیزی رو که داری یک روزی از دست خواهد دادی خب حالا اون دست داشته های ما یا داشته های ما کی از ما گرفته خواهد شد به تناسب بود ولی که این ابراز باید بشود چون اگر بماند و تلمبار بشود و روی هم قرار بگیرد طبیعتا سلامت روان مرا اما اگر زیادی ابراز بشود دختر بچه نوجوانی که یک هفته اول گریه کرد ماه اول هم روزی سه بار چهار بار گریه کرد حالا چهل روز تمام شده در ماه سوم هستیم ولی همچنان گریه میکنه دیگه ایره نه جمع میپذیره نه اطرافی می ها نه بقیه حال میکنن یعنی غم ببین چرا چون او حسرتت ره او به عبارتی فقدان او ناراحتی از دست دادنید حالا به جای او یعنی تخلیه کردی حالا جایگزین کن که من یک دختر دوازده ساله که مادر ندارم چی کنم به چی چیزی نیاز دارم به کیت به مثلا کی را الان جایگزین مادرم قرار این کی ادامه همو غم از خام دکتر یا اینکه به یک نحو میخوای جلب ترحم دیگه افراد نه نه وقتی بروز کرد به عبارتی تخلیه شد اصطلاحی که ما به کار بریم وقتی تخلیه شد جا در به عبارتی فضای روحی و روانی برای برای احساس جدید پدید میاد احساس جدید چیست احساس جدیدی است که باید بیستی تو زنده و باید زندگی کنی حالا اگر که او در فرایند دو احساس این دختر بچه دوازده ساله از دیگران نامهری میبینه در وجودش خشم ایجاد میشه اگه مادرم بود به من یه قسم نمیکردن اگه مادرم بود با من غم برخورد نمیکردن اگه مادرم بود این کارم من را میداخت. حالا مادر نیست فقط گریه کنم چرا مادر نیست خب مادر رفته فقط ناراحت و عصبانی باشم به دیگران خشم کنم که چرا یه قسم با, با نه تصمیم ببینید اگر این بروز پیدا بکنه جا باز میشه خب حالا که مادریم نیست و من قرار است زندگی کنم باید یک تصمیم جدید بگیرم تصمیم جدیدی نیست که مثلا به جای مادرم در این مسائل از خالیم کمک بگیرم به جای مادرم که نیست خودم در این مسائل خودم توانمند باشم این فرصت را پیدا میکنیم که سلامت روان خودمون رو به تعادل تعادل رو داشته باشیم اما اگر بیش از حد بروز دادیم طبیعتا همون که نگاهی که یعنی باعث شدیم که دیگران نسبت به ما نگاه ضعیف و پستی داشته باشن دیگه عزت نفس را که از دست دادیم خود این بیش از اندازه گریه کردن و بیش از اندازه به اصطلاح ناله من کردن باعث میشه که همون میزان همدلی هم که وجود داشت از دیگران چی بشه روز به روز میزان میگن این یه خیلی زیاد روی میکنه یا حتی دیگه او اصلا باوری که دیگه این اندازه ای هم که تو میگی این اندازه ای هم که تو میگی مثلا تو, داری ابراز میکنی نمیگه دیگه راست نمیگه و خسته و حالا ممکنه دیده شه و چون شما مثال دختر نوجوان زدید دخترای نوجوان خوام دکتر به سر کوچکترین چیز ممکنه که بینندگان عزیز ما تجربه رو داشته باشن بسیار ناراحت میشن مهم. یعنی شروع به گریه کردن میکنه یا دو سه روز ناراحت این مسئله است مثلا نمره ای که در سنف آورده نمره پایین است این چه قصه خب این خصوصیات دوره نوجوانی است هیجان بسیار غالب تر از منطقه یعنی کلا با مسائل هیجانی برخورد میکنه حالا نهایتش این که ببینید این نمره ای که برای اون مهمه خود نمره مهم نیست تبعات نمره است که مهمه چرا ممکنه دو روز سه روز ناراحت باشه دو روز سه روز تبعات منفی مثلا این که میره همون کسی که باش رقابت داره امروز که وارد سم شد احتمالاً ای بی میکنه ها دیدی مثلا پس باز دوباره غم رو دوباره اینگار تکرار می شود و یعنی به طور طبیعی که از خصوصیات بارز دوره نوجوانی است که دقیقا مثل ابر بهاری به همون سرعت می آید و می بارد و می رود تمام یعنی اصلا هیجانات در دوره نوجوانی غالب نیستن کلا مختعی و گذاران دلیلی که مثلا یک نوجوان یک هفته دو روز سه روز طولانی تر میمانه به خاطر اینکه اطرافیان خصوصا هم سالان او که باعث قسمت اعظمی از غمی هم که الان داره تجربه میکنه باز فشار هم همسالانه هم سالانه احتمالا این قضیه رو دارن تکرار میکنن امتداد یعنی داره. هم تازه میشن. اصلا هر لحظه مم. و هر روز صبح صبح تازه میشه باز دوباره امروز تمام روز سوگواری او گپی میکنه که امروز این زد یا گپی امروز مثلا معلم زد باز دوباره تا فردا وگر نه به طور طبیعی در مورد نوجوانان یکی از ویژگی البته هم سخت و تحمل بسیار تحملش برای والدین سخته هم جالبشان است که مختهی و گذار خب بالاخره چجوری کنترل کنیم هم دکتر می غم را چه حدی باشد تا کجا خوب است کجا توقف بدیم هر از ببینید میزانش است که ببینید میگه گریه کن سباکی. بله بله اون احساس سبکی رو من نمیتونم در وجود شما تشخیص بدم شما خودتان باید, به اون نتیجه برسید م. که سبک شدیم ببینید حالا گاهی ب... ای که میگی که مثلا سوگواری کردن ما حتی در مورد به عبارت ساده در مورد گریه که بر سید الشهدا میکنیم به بعضی ها مثلا عرفانی که به این قضیه نگاه میگن ما بر سید الشهدا گریه نمی کنیم ما گریه که میکنیم به خودمان است به خودمان گریه میکنیم ولی گریه بر سید الشهدا اون گریه ای است که پس از او گریه شجاعتی جسارتی و عزمی مبنی بر اینکه که من نزله پدید بیاد یعنی صرف گریستن بر امام حسین و فقط به فرموده او به عبارتی بزرگواری که میگفت در کنار شور حسینی شعور حسینی رو یعنی هر دوی اینها باید به توازن برسن اگر بیش از اندازه فقط و فقط و فقط گریستیم یعنی فقط در شور ماندیم ولی بر شعور ما نفسوده نشد این از اون قم منفی گری کردن حتی به درد خود یعنی نه به درد من میخوره قطعا امام حسین نیازی به گریه نداره ولی به درد من هم نمیخوره من خود به احیانه میگم وقتی میگی من به عبارتی بروز غم بروز غم چرا میخواین تخلیه بشه به خاطر که اون سبکی جا باز کنه یعنی در به اصطلاح او وسعت وجود من در وسعت روانی وجود من جسمم چون غم نه مال دست نه مال پاست نه مالش کدوم از جهاز از است غم در سراسر سر روح است وسعت روح یعنی این بار سنگین رو باید تخلیه کنم احساس سبکی بکنم حالا موجود به عبارتی موضوع جدید تصمیم جدید نکته جدید و فرد جدیدی وارد زندگی می بشه که بر اساس او باز ما زندگی خودم را امتداد بدم درست این در نهایت خودمان هستیم که تصمیم بگیریم که بله. کجا تمام کنیم خانم خب دکتر فکر میکنید که الان ما یک سوال از یک بیننده محترم است بخوانم برای شما یا کدام مبحث شما می خدمت خب ما در ادامه بحث هم تو خدمت دوستان گفتیم این قسمت اول و دوم یعنی دو تا بعد اصلی هوش هیجانی که شناخت هیجانات و کنترل هیجانات بود حالا با شش تا هیجان اصلی مطرح کردیم میسیم به قسمت دوم دو بعد دیگر هوش هیجانی شناخت دیگران هیجانات دیگران و برقراری رابطه موثر با دیگران در شناخت هیجانات دیگران مثلا تو نکره این بوستم که ان شاء الله خدمت عزیزان بگیم و به یک جنبندی کلی برسیم اولین و مهمترین نکته است که من باید این را بپذیرم که وقتی من به عنوان یک آدم میتوانم ادعا کنم که از هوش هیجانی به عبارتی مثبتی برخوردار هستم و به اندازه کافی هوش هیجانی بالاست ای که در وهله اول در به عبارتی مواجه شدن با همه اطرافیانیم اونها را هم مثل خودیم انسان ببینم شاید بگن که خب که ما همه, همه انسان میبینیم نیست بسیاری از ما آدم های اطرافمون رو ابزار میبینیم شی میبینیم احساس مالکیت بر آنها داریم و این به صورت خاص در های تربیتی در مورد والدین و فرزندان بسیار صدق میکنه خانم بیانی حتی در گفتگوهای معاوری بچه ما اختیار شده رو انگار مثل این که بگی کوزه من اختیار شده دارم فرش من اختیار شده دارم پرده خانه من دل مثلا مادر بگی که میگه که پرده سوخت بود تو بگه پرده خودم بود سوخت سوخت بعد بچه شکل قسمی میزنه که مثلا کبوت میشه که بچه خودم از زدم زده این دیگه انسان... نگاه انسانی نیست مادر فکر میکنه بچه او شیء کالاس اصلا وجود اگر که اگر همین رفتار این اولین و مهمترین نکته وقتی میگیم هوش هیجانی به عبارتی توانمندی اختصاصی در هیجاناتی که تمام هیجاناتی که در مورد خود ما شش تا هیجان رو نام بردیم تو شاد میشی ابراز میکنی غمگین میشی ابراز میکنی ترس تو میترسی ابراز میکنی تو احساس شرم میکنی ابراز میکنی تو همون احساساتی که در وجود خودت هست دقیقاً باید بپذیری که همون احساسات در وجود طرف مقابلت هست حتی اگر بچته حتی اگر همسرته حتی اگر مادرته تفاوت زنی سی 30 سال 40 سال 50 ساله, چل ساله،, پنجا ساله. اصلا از جنس دیگریست، از کشور دیگری است از ملیت دیگری است از دین دیگری است از مذهب دیگری است اولین مهمیت مقابل تو انسان قرار داره و گیاه و نبات و برو... نیست که مثلا حیوان انسان خب ما بالاخره بسیاری از مردم کشور ما در قریا زندگی میکنن یک حیوان نگاه میکنید یک حدی حد از احساس دو درک میکنید چه برسه به انسان احسن درست. اگر اجازه بدین خانم دکتر یک میان برنامه ببینیم بب. تشکر شما بیننده های عزیز محترم ما همین الان هم از طریق واتس و تلگرام میتونید با شماره تلفنی که زیر نویس شده با ما در ارتباط شوید اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید برای ما بفرستید و تاکید بکنید کارشناس محترم خانم دکتر رضایی در برنامه زنده روشنا هستند و سوالتون حتما و قطعا سعی میشه که پرسیده شود و با پاسخ سوال خودتون خواهید رسید اگر کدام تجربه ای دارید که دوست دارید با به اشتراک بگذارید برای ما بفرستید مثل های عزیز محترمی که برای ما میفرستند و ما بسیار بسیار تشکر میکنیم و پیش و پیش از شما هم تشکر میکنیم که تجربه خودتان را با ما به اشتراک میگذارید ما را محرم و امین خودتان میبینید یک میان برنامه را ببینیم و باز بعد از او در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی با موضوع هوش هیجانی خانم دکتر عزیز شما به نکات بسیار مهم اشاره کرد اولی خشبه. که هر کس باید خودش حیجانی که در درونش است را بشناسه حد و مرزهایش را مشخص بکنه و نکته دوم که فرمودید باید هیجان دیگه افراد را هم درک, بکنیم در خدمت شما است بسیار تشکر از شما خب پس در قسمت یا بعد دوم بوده دیگر روی دیگر روش هیجانی رو قسمت یک به عبارت این یک طرف سکش است که ما خودم رو و هیجانات ما بشناسم و مم. اونها رو کنترل و مدیریت کنم قسمت دیگرش است که هیجانات دیگران رو هم درک کنم و بتوانم که بر اساس درک هیجانات دیگران به اونها رابطه موثر داشته باشم خب پس ما در قسمت دوم هستیم در روی دیگر بحث هوش هیجانی اشاره کردیم به که هیجانات دیگران رو بشناسیم هیجانات خب دیگران هم هیجاناتی است که ما دارم بله. دیگه لازم نیست دوباره بگم غم دیگران شادی دیگران ترس دیگران خشم دیگران شرم دیگران همونایی است که, که, خب که ما دارم ولی بپذیرم که همونطور که من غمگین میشم دیگه اصلا نکته میشه. اولی همون آه. که خدمت دوستان عرض کردیم که طرف مقابل انسان ببینیم وقتی بله، بله. انسان ببینیم پس خب او, او هم مثل ما شاد میشه او هم مثل ما غمگین میشه او هم ممکنه خشمگین باشه او هم ممکنه که بترسه پس نکته مهمی که من باز تاکید میکنم ممکن است عزیزان ما خود ما میگم خب این دیگه خیلی مثلا گپ بسیار ساده بود ولی متاسفانه گاهی وقتها بعضی چیزها به بدیهی هم به خاطر اینکه خیلی واضح و روشنه مورد قفلت قرار میگیره پدری که هنگام انتخاب کردن همسر برای جوان 20 سالش و 22 سالش حتی یک بار هم از اون نمیپرسه بچیم چه دختر چه پسر یک همچی آدمی رو تو میپذیری ما اتفاق بسیار زیاد هنوز در قرن 21 خانم بیانی بسیار زیاد می که دختر بر شما که پدر خواستگار میآید جواب میکنه مادر جواب میکنه به اینکه که دختر بدانه مم. که اصلا این کی است ای از کجا آمده اسم او چیست رسم او چیست چه کار چه شغل یا مادر و همراه خواهر و خاله و بقیه به خواستگاری یک دختری میرن جواب میگیرن در حالی که بچه نمیدونه کی کی هست مم. اصلا این چه خصوصیاتی اصلا نمیدونه که برای از من خواستگاری رفتن اصلا به شما خب این ببینید این یعنی این که ببخشید ما طرف مقابل اصلا انسان نمیبینم چرا ببینید شما دارید یکی از مهمترین تصمیمات زندگی فرد رو برای او میگیرید انتخاب رشته انتخاب شغل و انتخاب همسر دو تا انتخاب حالا شغل یا رشته دو تقریبا به هم وصل میشه و انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات زندگی وقتی من از طرف چرا چون خ... من... من بهتر میدانم شما میدانی شما پدر عزیز شما قطعا بهتر میدونی شما تجربهش بیش... تجربه شما بیشتر است به قول ما مردم چند تا پیرن بیشتر پاره کردی هیچ کسی نمیتونه منکر بشه ولی آیا ایره میپذیری که این دو نفر قرار با هم زندگی کنند این پسر پسر جوان 20 21 ساله شما که نخام است و نپخت است و به اصطلاح میانه میگیم جاهل است جوان است و جاهل است ولی به هر حال با همین دختر زندگی کنه از او بپرسید حداقل بگید که تو چه خصوصیاتی را میخوای دنبال مثلا برای تو چه قسمتی چه ویژگی های؟ حتی ظاهری حتی اخلاقی برخوردی چی برات مهم است از از چی رقم خانواده ما چی یعنی که چی خیلی ساده و یک مثال خیلی طبیعی و عادی که ممکنه برای بینندگان بود که عزیزانی که فکر میکنن خیلی ساده است اینا رو وقتی در زندگی ما میبینیم یعنی به همین چیز بدیهی و بسیار بسیار واضح هم آگاهی نداریم این نشان دهنده است که هوش هیجانی ما بسیار پایینه من کالا و شی دیدم مثلا این انسان ندیدم خب دکتر خوب شاید بر نمیگرده به اینکه ما اون انسان نمیبینیم بر میگرده به اینکه خب مناسبات میان و افراد بین کشور ما خب بسیار شدید هستن مثلا بین پدر و فرزند خودش بین یک همسر یک شوهر با خانم خودش یک سری آدابی داریم که ای آداب را ما قاعدتا باید رعایت بکنیم و فکر میکنیم خب این از تو غیر از این هم نیست شد. به این کاملا درسته یک وقت بس ادب وقت بس حقه شما یک گیاه رو فرض کنیم. انا وقت هم گلای گیاه های هم الان که خب خانه هم کچکتر از گلای آپارتوانی وقتی میاری گلدان آپارتمانی رو میخری از فروشنده میپرسه چقدر به یاب بودم این نور میخواد یا نور نمیخواد خاکی چه قسم باشه وقتی در مورد گیاه و گیاه که بعد رشد او رو که دیگه یعنی ببینید کاملا برای ما واضحه که خب من میرم میدارم ولی میپرسی چند بار به یاب بودم مم. یعنی نیازهای اوست یک یعنی وقتی هست ببینید نیاز مثلا بحث ادب احترام حرمت به عبارتی مراوده مثبت احسان کردن به والدین سر جای خودش ولی آیا ای فرزند حق انتخاب شریک زندگی خود را داره یا نداره بر اساس هیچ کدوم از مراودات اخلاقی و ادب و آداب نمی و حتی عرف نمی توانیم حق او رو زیر سوال ببریم بگیم خب چون پدر میگه که من صلاح او رو میدانم و بهتر از او همه اینا سر جای خودش من تاکید میکنم ما هیچ کدوم اینا رو زیر سوال نمیبریم قطعا اذن پدر در ازدواج در لازم است بیچونو چرا در فقه ماست ولی در کنار او وقتی برترین انسان کائنات اشرف مخلوقات از دختر خود میپرسد که آیا تو راضی به ازدواج با فلانی هستی این دیگه بقیه پدرها تکلیفشان کاملا روشن است بله. حق اوست که بخواهد و بداند و تعیین بکنه و ت... ت... ب... بپذیره قبول بکنه که میخواد با این دختر یا با این پسر ازدواج کنه و فرقی هم نمی کنه. این نکته ای اول قسمت دوم خواهش میکنم از عزیزان بیننده ما حالا میگم شاید به نظر بزاین خیلی ساده بیاد ولی متاسفانه در این سادگی بسیار بسیار مهم است در حین رابطه برقرار کردن با دیگران و مراوده حتی با طفل کودک دو سال ایمان با نوجوان و جوان با همسر با مادر با همکار با همسایه ایمان کمی دقت کنیم کمی توجه کنیم قبل از ای که من شروع کنم به نصیحت یک جوان 17 18 ساله که حتی یک ای اشتباهی هم مرتکب شده ببینم حالت چهره ای او آیا پذیرای نصیحت هست قبل از ای که مثلا به عنوان مثال شروع کنم به تحقیر و سرزنش طفل 7 سالیم که اگه اشتباهی خیلی بزرگی را انجام داده چهره او مثل گچ سفید شده او به شدت ترسیده اصلا پذیرای هیچ قسم آیا یه همین لحظه چرا تنبیه باید بشه کار اشتباهی انجام ولی او چیزی که این لحظه ای فرد داره به من نشون میده انسان به من نشون میده ترس شدیده نیاز به امنیت داره نه نیاز به سرکوب نه نیاز به تغییر قبل از برقراری رابطه با دیگران کمی دقت بکنیم حالات او فرد را هیجانات حاکم بر او فرد را ببینیم بعد ببینید میگه که ما یک واژه عمومی داریم میگه یک فرق جدی وجود داره بین بفرما و بشین و به اصطلاح مثلا خفه شو یا شو یا هر اسلایدی که با... تفاوتی که ببینید لحن کلام حالا لحن رو متناسب متناسب با حالات فرد در نظر میگیرم یک وقتی هست داره تقیان میکنه باید جلوشو بگیری باید حتما بگی مثلا بشین تکان نخور یک وقت هست که مثلا اینکه خب بشین دیگه ببینید ما خیلی وقت ها بزرگترین اشتباهات رو زمانی مرتکب میشیم که وقتی که مواجه میشیم با طرف مقابل اول قبل از اینکه شروع کنیم به حکم کردن قبل از اینکه شروع کنیم میگه زدن قبل از اینکه شروع کنیم به برقرار رابطه دقتی در احوالات او نمی کنیم خدای تبارک و تعالی به موسی میگه اذهب الی فرعون انه تقا تقیان کرده دای خدایی کرده یه بالاترین حد دیه. خدای متعال قرآن میفرماید هر گناهی رو میبخشم الا شرک حالا هنگ مشرکی مم. که دای خدایی هم کرده علاوه بر شک ورز خودش هم داره اس هبل فرعون انه تقا حالا در ادامه رو دقت کنید فقل هل لك ان تزکا و احتیه که الی رب که فتخشا از او بپرس آیا فقل هل لك ان تزکا میخواهید تزکیه حتی اگه به فرعون میبینید یعنی نوع مراوده ما طرف بالاترین سطح اشت... اصلا اشتباه که چرز میگم دیگه شب... شریک از شده دیگه از اون بالاتر, بالاتر دیگه نیست مم. خدا به موسی کلیم الله امر میکنه فاذهب الی فرعون انه تقا فقل هل لك الا ان تزکا جای دیگه دین و له قولا لینا بس آرام رو. را... ما باید این رو دقت بکنیم که طرف ببینید هیجان طرف رو یک به اصطلاح ما خیلی ساده میگیم اسکن کنید مم. از بالا تا پایین یک برآوردی طرف رو بکنید الان یعنی در چه حالتی است یه عجله داره من هر چی بگم گوش نمیده یه آدم هر دم داره به ساعتش نگاه میکنه مقصودی است که من میخوایم برم مثلا همسر منتظرم است چی منتظر است من احتمال داره که مثلا جایی که میخوایم برم درش بسته بشه زمان اداری تعطیل بشه هی داره به ساعتش نگاه میکنه هی داره به من پیام میفرسته غیر مستقیم حالت چهره اوره من نمیبینم همچنان داره او هم حرفای جدی میزنم که انتظار دارم یه آدم با کمال آرامش گوش بکنه منطقا و به حرف من پاسخ بده و او هم عمل کنه نه میشنوه نه عمل میکنه به بعد چرا اشتباهی سر زد از من ما هوش این پایینه من نمیدونم این لحظه ای زمان وقت گفتن این حرف یادم ای نیست خب به خاطر که وقت نگذره برسیم به نکته سوم پس یک طرف مقابل رو انسان ببینم دو کمی خواهش میکنم تاکید میگم خیلی دیگه حالا از همه انتظار ولی کمی دقت کنیم در حالات و هیجانات یعنی ما حتی همه کمی را هم رعایت نمیکنیم چه سبب یعنی اکثر موارد دیگه اختلافات خصوصا در مراودات نزدیک بین همسرها زن و شوهر بین والدین و فرزندان بین کسایی که خیلی با هم نزدیکن همکارا در یک اداره در یک اینا به خاطر چیز به خاطر که ایده دقت‌ها رو نمی‌کنه یک ذره مثلا از خانم دکتر میگن که پای خود کفش دیگران بگذار و با کفش دیگران هم کمی قدم بزنن تا ببینن چه احساسی دارن این... ما همه کارا نمی‌کنیم احسن بر شما ای این سومین اصل در بحث هوش هیجانی و مدیریت درک هیجانات دیگران و رابطه برقرار رابطه مؤثر است م -م. که همدلی کنیم همدلی. همدلی. یعنی از خودمان خارج شویم ببینید ما واژه همدردی نداریم همدردی رو ممکنه به کار ببریم ولی همدرد نمیتوانیم باشیم وقتی که ما دستیم میسوزه تمام تک تک سلول های عصبیم داره پیام درد رو به مغز صادر میکنه شما هیچ احساسی نداری شما چه میدانی که من چه دردی میکشم بله. پس همدردی نمیتونی با ما بکن حالا هر چقدر گیره بزرگتر کنیم همه زندگیم از دست دادم به خانواده این مثلا فرض کنید در زلزله در سیل ما عزیز ما از دست دادم شما نمی من نمیتونی باشه اصلا نمیتونی ولی همدلی میتونی بکنی یعنی چی یعنی میتونی فرض کنی که اگر من همین لحظه سوخته بودم چه احساسی داشتم اگر من همین لحظه تمام زندگی از دست داده بودم چه حسی داشتم بچینی این یعنی میشه همدلی همیشه این امین به صلاح همین جمله که شما قبل از قضاوت کردن در مورد راه رفتن دیگران کفش او را بپوشیم یکی از بدترین خصلت های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی است که آدم ها در همه اقشار متفاوت جامعه به خودشان اجازه قاضی شدن مم. بدهند به خودشان اجازه حکم کردن بدهند همه در ببینید متاسفانه میگه که در جامعه ای که نونوا و بقال هم در مورد سیاست های کلان دولت دارن گپ میزنن یعنی اون جامعه خب این آدم سالم جامعه نیست. سالمی. نیست ببینید وقتی که داریم قضاوت میکنیم تو اساسا جای او هستی می رو درک کنی تو در موقعیت رو قرار داری حالا کلان نکنیم به حاکمیت و حکومت و دولت نپردازیم رابطه خودمون یک مرد وقتی که مثلا این مثال خیلی ساده میزنم خانم شرکت کرده در یک محفلی او محفل مثلا از اقوام و نزدیک بوده موقعیت مالی مناسبی نداشته و نتوانسته مثلا کادو یا هدیه ای رو بده که بقیه میدن اونجا احساس حقارت کرده عزت نفس او به شدت پایین آمده حالا با او احساس اقارت آمده در خانه شب آقا از مثلا سر کار میایه و این خانم یک کم یک کم تحمل میکنه ولی یک باره دیگه مثلا فجار میمون منفجر میشه و شروع میکنه گلایه کردن خب ببینید اگر همین لحظه ای که این خانم داره گلایه و میگه میگه مم. که من امروز رفتم یک قسم شد یک قسم شد یک قسم, قسم شد و فلان داره توضیح میده اگر یک دقیقه بله اگر مرد با نگاه مردانه خودش که هیچ مثلا اصلا تصور نکنه خب اگر من میرفتم در یک محفل یکم چه اتفاقی برام میافتاد حدی نمیگم میره تایید کنه حداقل حد حق بده که خانم همین الان بسیار عصبانی است نکته قبلی کمی توجه کن خیلی عصبانی است اینجا نیاز به پرخاش اضافه نداره اینجا نیاز به اصلاح نه فقط گوش بده بگذاری میزان عصبانیت و خش میره که از او جلسه با خودش حمل کرده تخلیه بکنه بعد به آرامی با ملاتفت مثلا خانم جان عزیزم همسر ما شرایط ما اینجوری انشالله جبران میکنیم دفعه بعد و دفعه بعد حالا این مراوده خیلی مراوده خوبی است به اتفاق اما اگر نوع تعاملی یعنی خودش از قالب مردانگی خودش نیای بیرون جای همسرش نگیره و بر،, بر اساس ذهنیت خود خودش طبیعتا همین میشود جرقه برای روشن شدن یک آتشی که ممکن است بنیان خانواده را به سوزان منجر به خدایی نکرده حتی در بسیاری از موارد می‌بینیم که قتل‌ها اتفاق می‌افته در پس این به خاطرش به خاطر اینکه فرد ای یک کلام را ساده, را ساده، یک کلام ساده منجر به حوادث بسیار جبران ناپذیر بله بسیار بسیار تشکر می‌کنم دکتر عزیز مثل بس همیشه بسیار عالی بسیار استفاده کردم خدا دکتر متأسفانه چی کنیم وقت برنامه بسیار کم است ان شاء الله که باز در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز و محترم از شما هم تشکر می‌کنم که تا این لحظه همراه ما بودید اگر شما هم کدام سوال از کارشناس محترم خانم دکتر دارید میتونید برای ما از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده بفرستید از طریق واتس و تلگرام و قطعا حتما سعی میشه که با تک تک تماس و پیام های شما عزیزان پاسخ داده شوا با همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه